سلام و صد سلام به تمام شما عزیزان و همراهان همیشگی. باز هم خوش آمدید به کانال خودتان با یک موضوع جالب دیگر. پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی کنید. فرزانه ناز، یکی از هنرمندان جوان و خوش صدای افغان که تا چند قبل در صفات اجتماعی با مشکلات زیادی روبرو شده بود که حتی مجبور به آن شد که در صفحه رسمی خودش در فیسبوک آمده و گریه کند تا بتواند به اشتباهات خود کلمات مؤثری داشته باشد و مخاطبین خود را قناعت بدهد. ولی متاسفانه مردم و مخاطبین فرزانه ناز با کلمات منفی و زشت خود او را بیشتر آزرده ساختند. ولی با وجود این همه مشکلات، خانم فرزانه ناز هنوز هم با مبارزه و تلاش‌های بیشتر توانست به یک موفقیت و کامیابی بزرگ از دید خودشان برسد و نام افغانستان را بلند کند. فرزانه ناز توانست با بدست آوردن یک تقدیرنامه از سوی وزیر خارجه کشور دوست هندوستان محترم سوشما سوراج ستایش شود. این تقدیرنامه جهت سرودن واشنا جان، آهنگ مذهبی هند و مورد پسند مهاتما گاندی که فرزانه ناز آن را در مراسم 150مین سالروز تولد مهاتما گاندی اجرا نموده بود، برایش عطا گردید. فرزانه ناز با استفاده از این فرصت از سفارت کشور دوست و عزیز هندوستان مقیم کابل سپاسگزاری کرد، چون که بالای وای اعتماد نمودن و برایش فرصت را مساعد ساختن که تا در اجرای این آهنگ مذهبی و تاریخی اشتراک نمایند. حالا پیام های مردم و مخاطبین فرزانه ناز در این مورد چیست؟ تا جایی که من مطالعه کردم، هنوز هم پیام های منفی و زشت را در مورد این خبر دریافتم که به نظر من درست نیست. ما نباید به کلمات خود یک انسان را اینقدر آزار و اذیت کنیم. امیدوارم اشتباهات فرزانه ناز را نادیده گرفته و برایش اظهار خوشی و موفقیت کنید تا بتواند در آینده متوجه چنین افکار خود باشد. گرچه از دید بعضی مردم و مخاطبین وی او را یک دختر ساده و پاک دل خطاب میکنند. امیدوارم شما در این مورد نظریات نیکی داشته باشید تا فرزانه ناز دوباره انرژی گرفته و در صفحات اجتماعی فعال باشد و آهنگای زیبا و اجراهای مقبول چون خودش برای افغانستان و مردم عزیزمان داشته باشد. این بود داشته های امروزی ما در مورد فرزانه جان ناز. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.